از ابتدای سال تا الان 120 سرمایه‌گذار خارجی به بورس مراجعه کردن و وضعیت بازار دارن بررسی میکنن. همه این سرمایه‌گذاران خارجی مطرح کردن ما تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشه اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس تهران نخواهیم کرد. پس فرصت‌های بازار رو خوب شناسایی کردن، دارن مطالعه میکنن. فضایی که ما در مذاکرات می‌بینیم مثبت هست و انشاءالله اگه این توافق انجام بشه و تحریم‌ها برداشته بشه ما فکر می‌کنم که پتانسیل خیلی خوبی در بورس مشاهده شده، سرمایه‌گذاران خارجی وارد بازار بشن. ما هرچند که خود داخل ما تقاضا بسیار زیاد داریم و این تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی اگه اضافه بشه ما احساس می‌کنیم در واقع یک روند خیلی مثبت خوبی در بازار داشته باشیم. با توجه به روند مثبت مذاکرات و اینکه شرکت‌ها در آینده به نوعی از تحلیل در میان، میتونه این به اصطلاح مذاکرات نتایج مثبتی رو روند داشته باشه. همچنان که همین الانش هم با توجه به اون پروسه یا فرایندی که داره طی میشه این روند مثبت داره خودش رو نشون میده، ولی مطمئنم با توجه به چند ماهی که رکود تو بازار بوده و کاهش شاخص کلی بورس، قطعاً این روند در آینده با چیز مثبت‌تر پیگیری خواهد شد. نسبت به شغل خودمون خب خیلی متحول میشه. مثلا ما مقام اول رو توی صادرات فرش داشتیم، الان مقاممون به 30 و 40 و اینا رسیده، چون اصلا صادراتی وجود نداره، تبلیغی وجود نداره. تا تو با شغلای دیگه هم همینه تقریبا، الان بسته شده اقتصاد ما، بسته شده با این توافقات. اقتصاد که باز بشه تو تمام ارکان اقتصادی کشور، حتی فرهنگی، حتی توریستی، خب قدم مثبتیه، خیلی باز میشه، خیلی از گره ها باز میشه. تأثیرات تحول زا اگر نتایج مرزی و طرفین باشه که مبتنی بر منافع و پایدار باشه، با اون شرط بگم بله میتونه منافع میان مدت و پایین بلند مدتی رو قطعا ایجاد کنه، ولی من خودم معتقدم که بیشتر آثار روانی کوتاه مدت خواهد داشت، که بعد اگر دوباره این مسائل کوتاه مدت که تو تثبیت مثلا نرخ ارز میتونه باشه، تو تورم میتونه نقش داشته باشه و یه نوع سرمایه گذاری های تکمیلی رو بعضی از بخش های خصوصی یا خارجی داخلی شروع کنن، که فعالیتی که الان هست و تعیینای تولید داره یا مالی داره، اینا مثلا تو کوتاه مدت برطرف میشه. تصویری که معمولا نمیذاره تو چیز میذاریم، تصویری چه میکنه براشون مثبت.